این جمع نظامیان خارجی چیزی نیست جز بازدید کارشناسان و افراد دست‌اندرکار در حوزه تجهیزات نظامی در دهمین نمایشگاه بین المللی نظامی ترکیه. این سلاح ضد تانک دوش پرتابه که یک خدمه داره و 3000 متر برد. پس از پرتاب و برخورد گلوله به هدف 6 سانتی متر در آن نفوذ میکنه. 420 شرکت از 89 کشور تولیداتشون رو در این نمایشگاه عرضه کردن. در این نمایشگاه بین‌المللی علاوه بر وسایل و تجهیزات واقعی، سیمیلاتورها یا شبیه‌سازهای نظامی به ویژه در بخش هوایی به نمایش گذاشته. وابسته نظامی کشورمون در ترکیه که به همراه تعدادی از کارشناسان وزارت دفاع از این نمایشگاه دیدن کردند، در پاسخ به سوال ما درباره مقایسه سطح علمی تجهیزات عرضه شده در اینجا با تولیدات دفاعی کشورمون گفت: اون چیزی که دنیا هم به اون اعتراف داره پیشرفت در صنایع دفاعی کشور ما هست، به پشتوانه 8 سال تجربه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس صنایع ما رشد کردند و در همه حوزه ها ما پیشرفت داشتیم. نمیتونیم ادعا بکنیم در همه از بقیه دنیا پیش هستیم یا به اندازه اونها، ولی مال ما گستره بسیار زیاد هست و تلاش کردیم که به پیشرفت های دنیا برسونیم و از اونها عقب نمونیم و بیشتر هم توجه ما به حوزه هایی بوده که در اونجا مورد تهدید هستیم. این نمایشگاه هر 2 سال یک بار برگزار میشه. محمد صابری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه بین المللی تجهیزات دفاعی، استانبول، ترکیه.